درود بر شما همراهان گرامی و عزیز، به کانال خودتون خوش آمدید. با استعفای حزب گانتز، منابع خبری نوشتن که دولت وحدت اسرائیل فرو پاشید. نخست وزیر نتانیاهو اکنون یک دولت راستگرا رو رهبری میکنه و برای برگزاری انتخابات زودهنگام با فشار زیادی مواجه خواهد شد. ببینید دوستان، این پایان ماموریت گانتز پس از دعوت نتانیاهو به کنگره، یعنی همراهی آمریکا در پلن بی و پیشنهاد فریز جنگ غزه، یعنی آغاز جبهه شماله. نتانیاهو این افتخار رو به گانتز داد تا استعفا کنه. با شکاف بیشتر راست افراطی اسرائیل میدونیم که چی در انتظاره، یعنی آشوب داخلی برای نفوذ تروریست ها. و جالبتر اینجاست که حزب راست افراطی انتخابات رو در فرانسه برد و مکرون مجلس رو منحل کرد. خوبه بدونید که حزب راست افراطی در فرانسه هیچگاه از جنبش مردم ایران حمایت نکرد. هیچگاه موضعی ضد رژیم جمهوری اسلامی نگرفت. پدر ماریان لوپن، رئیس حزب سابق، تنها رئیس حزبی بود که هر سال به جشن 22 بهمن در سفارت جمهوری اسلامی دعوت می شد و در آن حضور پیدا می کرد. این حزب رسماً از حمایت مالی روسیه برخورداره. واقعاً کوته‌بینی اگر فکر کنیم که بر سر کار آمدن افراطیون به نفع ماست. فاشیسم در نهایت فاشیسمه و به تضعیف ارزش‌هایی که برای آنها مبارزه می کنیم منجر خواهد شد. اما به این تصویر دقت کنید تا دلیلش رو بهتر متوجه بشید. محسن بنایی نوشته چرخش به راست در اروپا نتیجه سیاست ایدئولوژی زده چپ هاست. محسن بنایی میگه در اپوزیسیون ایرانی هم چپ ها جاده صاف کن راست افراطی خواهند بود. آنان به جای پرداختن به مسئله ها با پوپولیستی ترین شیوه ها، نامسئله ها مثل جنسیتی، قومی کردن انقلاب رو برجسته می کنن و آب به آسیاب راست افراطی می ریزن. در پاسخ به محسن بنایی باید گفت که ما در ایران راست افراطی نداریم. راست افراطی انگ چپ ها به وطن پرستان و پاتریوت های ایرانیه. ببینید دوستان، رفتن مکرون نشان از رفتن بایدن داره. سیاست های این دو دلقک هم در اروپا و هم در خاورمیانه شکست خورده و هر دو باید برن. اومدن ترامپ احتمالش بسیار بیشتر شده و به نظرم همین مشکل جوری که خود قاضی دادگاه ترامپ در موردش افشاگری کرده باعث شکستن رأی جوری بشه و دادگاه مجدد هم بیفته برای بعد از انتخابات، که یعنی دیگه میره رو هوا و سد مقابلش باز میشه. اما جالب اینجاست که مایک پنس گفته که در این انتخابات به ترامپ رأی نمیده. این فرد خودش قشنگ از 6 ژانویه سال 2021 مشخص کرده بود که یک عامل گلوبالیستا بوده. مایک پنس کسی بود که موجب شد که با هماهنگی اوباما و CIA مایک فلین به عنوان مشاور ملی ترامپ از مقامش استعفا بده. مایک پنس کسی بود که بیشترین اطلاعات داخل دولت ترامپ رو به رسانه‌های نیویورک تایمز و بقیه چپ‌ها یواشکی فاش می‌کرد. برگردیم به فرانسه که یکی از بزرگترین پایگاه چپولاست. فراموش نکنیم که خمینی رو فرانسوی‌ها تو پاچه ملت ایران کردن و برای همینه که سقوط چپول‌های فرانسه خیلی هم مهمه. ببینید، مکرون در واکنش به برنده شدن راست‌ها مجلس رو منحل کرده، یعنی درست این بچه‌ها که وقتی میبازن زمین رو به هم میزنن. به این موضوع دقت کنید دوستان که در بحث جمهوری و پادشاهی وقتی به ترکیه اشاره میکردیم خیلی ها میگفتن چرا فرانسه رو مثال نمیزنی؟ خب اینم فرانسه، اون جمهوری و دموکراسی که رئیس جمهور میتونه مجلس رو منحل و نمایندگان کل کشور رو با عضو شریف اسب حضرت عباس یکی کنه، واقعا شما فکر میکنید به چه دردی میخورن؟ انتخابات برای 3 یا 4 هفته دیگه برنامه ریزی شده. مکرون گفته نتایج انتخابات اروپا برای دولت ما خوب نیست. به این تصاویر دقت کنید. فقط اونجایی که حزب سبز با 18% سقوط از 74 صندلی میرسه به 53 صندلی، یعنی هنوز امید به نجات ایران هست.
و ببینید که اوضاع در حدی بده که مکرون پارلمان فرانسه رو منحل میکنه و خواهان انتخابات شده. تلویزیون فرانسه هم مردمی که به چپ ها رأی ندادن رو محکوم میکنه که شما راست افراطی هستید. اما نکته قابل توجه اینه چیزی که امروز در اروپا شکست خورد، برنامه 10 سال آینده WEF با همکاری اسلامیست ها بود. در همین رابطه به یاد بیارین طرفداران جنبش سبز که برنامه سروس و بیل گیتس و فوندرلاین و بایدن برای نابودی بشریت بود، حالا در سراسر اروپا شکست خوردن و این یک پیروزی برای ماست. حزب سبز کسانی هستند که طرفدار سانسور شدید مدیان و به صورت روزانه پست های ماها رو رصد میکنن و درخواست حذف پست ها و ویدیوهای ما رو از فضای مجازی دارن، با این استدلال که پیشگیری بهتر از درمانه و مدیا باید سانسور بشه. آقای رضایی، شما مطلبی مبنی بر در واقع وحدت نیروی انقلاب در انتخاباتی که پیش رو داریم مطرح فرمودید، به نظرتون این وحدت محقق خواهد شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما هیچ چاره‌ای و راهکاری رو برای بهبود اوضاع کشور جز اجماع نیروها نمیدونیم. جان کلامین که وزیر دیاسپورای اسرائیل که چند روز پیش با رضا شاه دوم دیدار داشت، در ارتباط با پیروزی احزاب میهن‌پرست در اروپا سخن خودش رو با عبارتی آغاز کرد که نام کتاب رضا شاه دومه، یعنی نسیم دگرگونی. این یک شب بزرگ برای اروپا و نقطه عطفی برای تمدن غرب بود. روح بیداری فروپاشی اخلاقی و هرج و مرج ناشی از اون رو به عقب میراند و با باطنی تازه و در عین حال قدیمی جایگزین میکنه که همان باطن محافظه‌کاریه. حتی اگر راه طولانی باشه حقیقت پیروز خواهد شد. بله دوستان، به فرمان شاهمون ایرانیان با اختلاف حزب چارلی وایمرز رو هم روانه اتحادیه اروپا کردند. ایرانیان دیاسپورا به فرمان شاه اروپا رو دگرگون کردند. همه معادلات اینجا بود که عوض شد. علی خامنه‌ای دلقک و رژیمش مجبورن که به پایان سلام کنن. شاه داره بر میگرده. اجماع نیروها یعنی اجماع اندیشه ها، اجماع برنامه ها، اجماع توانایی ها. بنابراین نیروهای انقلاب راهی جز اجماع ندارن و خروج از فردگرایی، خروج از شخص محوری، پایبندی به اخلاق، پایبندی به برادری، پایبندی به همکاری، اینکه افراد خودشون رو به تنهایی نبینن، با جمع ببینن، خودشون رو به تنهایی تعریف نکنن، خودشون رو با جمع تعریف کنن. سپاس که با لایک و کامنت همراه و حامی هر سه کانال خبرچین دیگه چه خبر و خبردار هستید. و اگر مایل به حمایت مالی از کانال خودتون هستید، از گزینه سوپر تانکس در پایین هر ویدیو میتونید استفاده کنید. پاینده ایران، جاوید شاه تا ابد و زنده باد رضا شاه دوم.